رئیس اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان گفت در خصوص سلامت مصدومان سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان و همراهانش جای هیچ گونه نگرانی نیست. وزیر ورزش و مدیران کل ورزش استانها دیروز برای شرکت در اختتامیه گرد همایی مدیران استانی به کرمان رفته بودند که بالگرد حامل آنها هنگام فرود در بافت دچار سانحه شد. در این حادثه اسماعیل احمدی مدیر کل دفتر حوزه وزارتی وزیر ورزش درگذشت. حال مصدومان حادثه سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان که دیروز در شهرستان بافت در استان کرمان رخ داد مساعد گزارش می شود. خوشبختانه حال آقای وزیر، آقای ستوده مدیر کل آذربایجان شرقی، آقای جوادی مدیر کل تهران، وضعیت این عزیزانم مطلوب تر است. خدا را شکر امروز خیلی حالم بهتره، رسیدگی کار درمانم انصافا خوب بوده. کتفم دیروز فهمیده بودم شکسته کتفم، بعد در رفته و شکسته، یعنی الان باید هم جاش بندازم هم باید برم عمل. من خدا رو شکر شرط عمومیم خوبه، فقط دستم آسیب دیده، دست چپم. در حادثه دیروز بعد از ظهر آقای اسماعیل احمدی مدیر کل حوزه وزارتی و مشاور وزیر ورزش و جوانان جان خود را از دست داد. 18 نفر هم مصدوم شدند که دیشب به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند. مسئولان استان کرمان و معاون پارلمانی رئیس جمهور دیشب در بیمارستان شهید باهنر کرمان حضور پیدا کردند و از نزدیک پیگیر وضعیت درمان مصدومان بودند. آقای رئیس جمهور از اولین لحظات پیگیر ماجرا بودند. از آقای استاندار و همینطور نمایندگان و عزیزانی که قضیه رو دنبال می‌کردند، همه دوستان بسیج شدند برای اینکه هرچه سریع‌تر اقدامات لازم انجام بشه و خب آقای وزیر که منتقل شده الان در بیمارستان شهید باهنر هستند. الحمدلله نگرانی‌های اولیه برطرف شده. بر اساس نظرات کادر پزشکی انتظار می‌رود امروز تعداد دیگری از مصدومان این حادثه از بیمارستان مرخص شوند. حسین زلعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان. بر اثر سانحه سقوط بالگرد در بافت کرمان یک نفر جان باخت و بقیه سرنشینان زخمی شدند. وزیر ورزش جوانان، نماینده مردم بافت در مجلس، چند تن از معاونان و مدیران وزارت ورزش و خبرنگاران صدا و سیمای مرکز کرمان از جمله سرنشینان این بالگرد بودند. آقای اسماعیل احمدی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش تنها جان باخته این سانحه است. البته حال سه نفر از مصدومان هم وخیم گزارش شده. وزیر ورزش برای ادامه درمان به یکی از بیمارستان‌های شهر کرمان منتقل شده.